برای اولین بار یک دانشمند ایرانی موفق به دریافت جایزه نوبل در رشته شیمی خوش رو حواست کجاست؟ نوبل حاضره. چی؟ میگم ناهار حاضره. موفق شدم شیرین. نگاه کن، باور نمی کنی. چرا؟ بعد یک سال کار اینو درست کردی؟ آره چی؟ اینه که تو سوپر سر کوچه‌مون هم میفروشن. بسته 100 تومن. صاحب کنش ندیدم. اون پیشبندت بده. پیشبندت بده. بده بده بده. آره چی؟ اون پیشبندت بده. حالا خوب نگاه کن. دیدی؟ ریش کرده پیشمندمو. بیا 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 این آب، همین آب لوله کشی معمولی. خب که چی؟ دیدی؟ نگاه کن. روز اولش با پود جادویی که در هیچ کجای دنیا پیدا نمیشه. حالا بازم میگه همه جا میفروشنش؟ نهار یخ کرد. این خونه حتما تاریخی میشه، ممکنه موزش کنن. بازم که رفتی تو رویا. نوبل شیمیلی ببو. وسط این همه کار باید بشینم یه نطقم باز روز دریافت نوبل بنویسم. راستی میدونی جایزه نقدیش چند هزار دلاره؟ یه نگاهی به دوروبر خودت بکن. این خونه رو نگاه کن. کچی؟ بابا هیچی تو این خونه پدری باقی نمونده، فقط ما موندیم و همین یه تابلو. چه ربطی به نوبل شیمی داره؟ من نوبل شیمی نمیخوام خسرو، یه درآمد مختصر ماهیانم برای من کفایت میکنه. من دیگه نمیتونم جور تو رو بکشم. آقا چرا نمیفهمی عزیزم؟ دیگه نمیتونم. درآمد مختصر ماهانه که چیزی نیست. من یه گنج فراهم کردم، گنجی که میتونه همه اون باش آسوده زندگی کنه. تو میدونی پودر جادویی یعنی چی؟ یعنی شستن لباس بدون چنگ زدن. یعنی ماشین لباس شویی ماشین لباس. هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی بعد از این یا با پول و کار برمیگردی خونه یا بر نمیگردی. فهمیدی؟ حساب سودوسیان؟ نه نه با تو نبودم. چی؟ یوزانس؟ گوشی الان خبرشو من میدی؟ نکنه میخواستی سورپریز هم کنی؟ کی گفت تو قفل شیر بریزی؟
گفتم بلک. بله قربان. همین که چند روز آدم نیست همه چیه جور دیگه میشه. الو. آروم باشم. چطوری؟ هیئت مدیره خبر کن. ظرف یک ساعت همه بعد اونجا جمع باشم. همه فهمیدی؟ گوشی. الو. تو دیگه ساکت باش. باد کاری ندارم. الو گوشی. ظرف یک ساعت من همین الان حرکت میکنم. اوکی. بای. داری میری؟ میبینی که. کجا میری؟ بیزنس پادشاه. چرا یه روزم بلد نمی کنم؟ چه میدونم؟ داریوش. دلم برات تنگ میشه. سفت باد مادم سفر بستی نیست؟ بسته دیگه. همه شیخه به هم. مرده شور اون قیافته ببرن. خوابی؟ اخراج؟ ولی قربان فهمیدی چی گفتم؟ تو اخراجی. من تمام فرمولایی که تو این چندین چند سال کار تحقیق بهشون رسیدم همه رو به خودم آوردم. همشون هم جواب داده. در واقع یه ترکیب تازه شیمیایی برای تولید یک جور پودر لباسشوییه که من اسمشو با اجازه شما گذاشتم پودر جادویی یا تک، چون واقعا تکه. حاضرم به اینو بهتون ثابت بکنم. آقای محترم چند دفعه بگم، اولندش من یه کارگرم دربونم، این چیزایی هم که شما میگید من سر در نمیارم. دومندش این کارخونه خودش پودر میسازه، احتیاجی به پودر شما نداره. سومن آقای مدیر عامل اومدن. لطفاً برید یه روز دیگه بیان. آقا رسیدم به خیلی آقای جان. این گزارش چرا امروز باید به دست من برسه؟ من از مدیر بازرگانی شرکت خواسته بودم گزارش قبل از سفرتون حاضر کنن، ولی ایشون گزارش دیروز به من دادن. توته است؟ معلومه که توته است. همین الان حکم برکناری مدیر بازرگانی رو با راننده منو با هم بزنید. بزنید. چشم. من که الان نمیتونم اینو بخونم. خیلی خلاصه و مختصر بگو ازمون چیه؟ در آستانه ورشکستگی. هیچ نمیفهمم. کاهش تولید تا یک چهارم ظرفیت، فشار بازار برای توزیع سریع موجودی، رقابت شرکت‌های دیگه قربان. تولید تا یک چهارم ظرفیت؟ نتونستیم مواد اولیه لازم رو وارد کنیم. یعنی ارز نداریم قربان. وای خدا جون. بیا تو. بفرمایید. قربان معذرت می‌خوام وسط جلسه مزاحمتتون شدم. کارگرها بیرون بی‌تربیت رو دارن شعار میدن. شما بفرمایید. دارن شعار میدن؟ بله مثل اینکه دیگه چی؟ خیال کردن اینجا فرانسه است که زرپ و سرپ اعتصاب میکنن؟ شعار؟ به 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 همه ساکت. گوش کنید، گوش کنید. من هیچ حرفی ندارم. تا الان نشینم که چی گفتی بدون ارفاق میکنم. از حالا به همه تون یک دقیقه فرصت میدم. ظرف این یک دقیقه هر کی رفت سر کارش که رفت، هر کی نرفت به جون اون کسی که دوست دارم، همه تون بلا فاصله کارگزینی اخراج. روشن شد؟ یک دقیقه از همین الان شروع میشه. یک دو سه شروع. مردشور همه تونه ببرم. حالا میبینیم. همه از دم اخراج. همین امروز و بلا استثناء. قانونا نمیتونیم این کارو بکنیم قربان. بهتره مطرحش نکنیم. پس چجوری میشه کار کرد با این قانونای دست و پاگیر؟ بله
هیئت مدیره تشریف آوردن قربان. این خبرها نباید از این اتاق بیرون بره، مخصوصا تحت هیچ شرایطی بورس نباید از ماجرا مطلع بشه. حواستون باشه. بگی میاد تو. آقایون، از محترم هیئت مدیره جلسه رسمیه، بفرمایید. خواهش میکنم. میذاشی رو دلم ورشکستگی هیئت مدیره خبر نکردیم. افتضاحه. اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. آقا اجازه بفرمایید. کی گفت کشک؟ خیلی بیادبی. کشک یعنی چه؟ از شما بعیده؟ من سه ماهه دارم اختار میدم آقا. من نمیتونی سه ماهی متوالی اختار کنید. آقایون خواهش میکنم. از روزی که جم مدیر عامل شرکت شد من اختار دادم، گفتم این کاره نیست. آقای جم تلفن. با شما کار دارم. مگه نمیبینی که جلسه از خانم مهمه؟ وکیل شرکت میگه از بورس زنگ میزنه. از بورس؟ از بورس؟ الو. بله. یکی به منم بگه چه خبره. چطور مگه؟ تمام شرکت مثل جت داره سقوط. سقوط؟ از 1100 تومن رسیده به هر سن 150 تومن. 150 تومن؟ همه دارن میفروشن. 35 درصد سهامو خریدن. همه رو یک جا. 35 درصد؟ یه ناشناس کارگزارش اسمش رو لو نمیداره. آقلا زنگ بزن به ایسرا به بوی نشکش بفرستن. درسم یه زنگ بزن یه مسجد رزرو کن برای خط. چیه؟ وضعیت خوبی نداری. انتمای محترم توجه بفرمایید. دنده های تحتانی دو طرف این بابا رو که میبینید شکسته و حدود دو دونگ بافتریه رو تخریب کرده. بقیده من نمیتونه تحمل بیاره. بنابراین آدرنالین تزریق میکنیم. شاید که خوب بشه. خیلی متشکرم آقای دکتر. فشار مچه پا، مچه در، فشار مچه در. آقای رئیس تشریف آوردن. اول این تموم شد، بکنید. این ضربان قلب خیلی ضعیفه. تنفس گوشی. تنفس خیلی ضعیفه. احتمال سکته مغزی قویه. ای ای جی. گوش.
اینا چیه تو کلاش؟ گل شد دکتر. تمومه دکتر، مرگ مغزی. باید زنده بشه. فایده ای نداره دکتر، مغز رفت، خودتون دیدید که. میدونی اون بیرون چه خبره؟ میدونی از کجا زنگ زدن؟ من نمیتونم، از دست من کاری ساخته نیست. من نمیتونم دکتر جان. اگه شما نمیتونی پس کی میتونه؟ پروفسور سایی. پروفسور سایی بزرگترین جراح و متخصص مغز و اعصاب. تلفنشو بگیر. خودم صحبت میکنم. مگه نمیبینی دستم تو مغزه؟ تلفنه، اضطراریه. میگه کار واجبی داره. میگه کار دارم و از این چیزا. متاسفم، کاری از دست من بر نمیاد. خواهش میکنم پروفسور جان، همه میگن که کار کار شماست. متاسفم. قلبم رفت، کارش تمومه. ما باید برش گردونیم دکتر، آدم مهمیه. ما کاری نمیتونم بکنم، خیلی متاسفم. با اجازه. سی پی آر رو شروع کن دکتر. من فورم دکتر. شده دانیم. سریع تزریق کنیم. دکتر شوک الکتریکی. شوک. برنگشت. فورم دوباره دکتر. برگشت. یونس شما چیزی میخواییم بگیم پروفسور؟ بله شاید، ولی خصوصی. لطفا همه بیرون. میخواییم مغز حفظ بشه. اون؟ برای من چه اهمیتی داره پروفسور؟ اینجا تو به کار بنداز دکتر. ما یه مغز زنده داریم و یه بدن زنده. از مجموعه میتونیم یه آدم زنده کامل داشته باشیم که به تعبیری هر دو اینا مردن. تموم. پیوند مغز مگه ممکنه پروفسور؟ به امتحانش که میارزه. من قبلا مغز هزاران قورباغه رو با هم عوض کردم. مال اینو گذاشتم تو مال اون، مال اونو گذاشتم تو مال این. همه‌شون هم شاد و شنگولن. اینو ببینید، همه چیزش پیوندیه، همه چیزش. حتی بچه‌ها بهش میگن وصل پینه. 99% از اعضای بدنش مال خودش نیست بیچاره. من چیکار باید بکنم پروفسور؟ هر دوشونو فورا میفرستید به مرکز تحقیقات و تعویضات من. خیلی فوری. و در ضمن قضیه بین خودمون باقی میمونه، چون خیلی خیلی مسئولیت داره. و اگه من تا اینجا به بانک صادرات بدهکار نبودم، شاید اصلا این کار رو انجام نمیدادم. متوجه هستی؟ بین خودمون میمونه پروفسور. حتی نمیذارم کسی بو ببره. اینجا؟ نه، اینجا بهتره. دری لطفا. آماده است. کاسه سر رو تخلیه کنید. موفقیت تموم شد. الو 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 الو.
چی میخوای عزیزم؟ سلام فرشته خانم. خدا رو شکر اومدم تو بهش. چی؟ شیرینم همینجاست، تو همین طبقه هست. چی میخوای؟ حالت خوبه؟ شما معجزه کردید آقای دکتر. چشماشو باز کرد، حرفم زد. شیرینی نمیخواد، همیشه شکمو بوده. تا فردا هم باید دستور غذاییشون رو رعایت کنم. بکنم فردا بتونیم مرخصشون کنیم، به شرطی که در خونه آرامش مطلق داشته باشن. چشم آقای دکتر، حتما. مجده آقای مرادی. گوشید بفهمه خانم جان. جمع به هوش اومد، فردا هم از بیمارستان مرخص میشه. خیلی متاسفم خانم جان. بله؟ هیچی، میگم متاسفم که در اون لحظه تاریخی من اونجا نبودم. میگم به فرهاد زنگ زدی؟ آخرین امیدم تو بودی، من به همه دوستاش زنگ زدم. خلو منم ازش هیچ خبری ندارم. تو چرا؟ به همون دلیل که زنش ازش خبر نداره. نکنه زیر سرش بلند شده ها؟ کاش از این آرزوها داشتون، اقلا دلم نمیسوزه. یعنی نداره؟ من نگرانشم. نگران که نباش. نه، همه این ناراحتیم اینه که خودم بهش گفتم دیگه بر نگرد خونه، یا با پول برگرد یا دیگه بر نگرد. بس بگو، بازم دعواتون شده؟ دعوای دعوان که نه، لابد بازم قهر کرده رفته یه گوشه‌ای داره یه چیزی رو سرهم میکنه، در عوض وقتی برگرده دستش پره. میخوام صد سال سیاه اینجوری برنگرده، چیزی رو سرهم نکرده باشه. بابا حالا چرا عصبانی شدی؟ آخه چی میکشه من دست این کاراشه؟ حالا اگه کاری کمکی از دست ما برمیاد بگو. کم و کسی خیلی از لطف شما ممنون، خودم از پس کارام برمیام. فقط اگه بهتون زنگ زد بهتره بهش بگین دیگه پاشو نذاره اینجا، نمیخوام رختشو ببینم. چی شد؟ الو دیگه تموم شد. شما حالتون خوب خوب میشه، به شرط اینکه داروهاتون رو مرتب مصرف کنی. پودرم چی؟ پودرم. بله پودرم. شما پود ندارید، تنها دو جور قرص کپسول براتون نوشتم. پس پودرم چی میشه؟ باشه باشه، پودرم برات می‌نویسم، ولی زیاد صحبت نباید بکنید آقای جم. جم؟ من جم نیستم. منم نمیدونم شما کی هستید، خودت باید بگی کی هستی. خدا تو رو دوباره به ما داد. من زندگی دوباره شوهرم مدیون شما هستم آقای دکتر. شما حتما حرفای زیادی دارین، تنهاتون میذارم. ممنون. این کارا چیه خانم؟ حرف زدنت چقدر فرق کرده. چند دست لباس واسه آوردم که خودت ست کنی. میدونی که من سلیقه تو رو ندارم عزیزم. خجالت هم خوب چیزیه خانم، من که عزیز شما نیستم. چقدر عوض شدی. البته که تو شوهر عزیز خودمی. عوضی گرفتی خانم، من متأهلم. دیگه اینقدر خودتو لوس نکن داریوش. داریوش کیه خانم؟ حتما اتاق عوضی گرفتین. یعنی چی؟ دکتر ربایی چی به روز شوهرم آوردی؟ اون که پاک مغزش تکون خورده. یعنی چی خانم؟ منو نمیشناسه، دائم میگه من داریوش جم نیستم، یه چیزایی میگه، یه کارای عجیب غریبی میکنه. ایشون بحران سختی رو پشت سر گذاشتن، باید باش مدارا کنید، آروم آروم خوب میشن. شما مطمئنی؟ بله البته. میگم فکر نمی‌کنین بهتر باشه چند روز دیگه تو بیمارستان بمونه؟ نه، من خودم خونه و زندگی دارم، زن دارم. خب عزیزم داری میری سر خونه زندگی خودت؟ آزمایشگاه هم میرید، همه بچه ها توی کارخونه دلشون برای شما تنگ شده، مخصوصا بچه های آزمایشگاه. اینجورا اصلا خوب نیست. بابا عوضی گرفتیم من جمع کارشون داری هوایون، میگه جمع نیستم، زور که نیست، اصلا هرکی هرچی دلش میخواد همونه. شما دلتون میخواد چی باشین؟ خودم برادر من خودم. بسیار خوب، جواب منطقی تر از این نمیشه. اگر خودتون اجازه میدین دراز بکشین. من خانم رو تو بکنم. شما هم رو تو نمار کنیم. خانم رو تو بکنم برای نگانه. همین الان راحت میشین تا دبش مورین.
یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه یه جوراب دیگه بده بخور. من کجا هستم؟ توی خونه خودت عزیزم. خونه خودم؟ البته دل تنگ شده بود. آره باتلر چیه؟ باتلر بیا آقا کمک کن بیان پایین. میخواین کمکتون کنم قربان؟ نه خیر من خودم میام پایین. شما اگه ممکنه یکم عقب تشریف ببرید. یعنی اینجا خونه منه؟ البته که خونه ی توه. این چه؟ یعنی تو شورا خانم آشپزمون رو نمیشناسی؟ آشپزم داری؟ نمیدونی شورا خانم چقدر سفره نصب کرد، چقدر دعا کرد تا تو حالت خوب بشه. سوپ قرم که برای آقا خوبه، جوجه کباب بی استخون که بخوره گوش بشه به تنه، شنیدل مرغ، سالات های مختلف، میگو که فسفر داره برای مغزش خوبه، و بوغلمون بریان شام مخصوص امشب آقاست. شورا خانم آقا هنوز مریضه، نمیتونه از این چیزا بخوره. سوپ، فقط سوپ ساده با یکم آب. قربون دستون برم، شما چه زحمت میکشید؟ من خودم میکشیدم، شما بفرمایید از اون برای خودتون بکشید، اون سرد میشه. هی فتوه رو شورا خانم و بقیه بچه ها بعدن با هم شام میخورن. تو سوپ تو بخور عزیزم. اه اینطوریه. لیموی تازه بدید به آقا. خیلی ممنون. ندارم، من میرم بخوابم. میخوام بخوابم. خب منم میخوام بخوابم. اینجا؟ مگه جا کمه؟ خونه به این بزرگی این همه جا واسه چی میخوای اینجا بخوابی؟ اینجا اتاق منم هست. تو هنوز به مراقبت احتیاج داری؟ من به هیچ چی احتیاج ندارم خانم محترم. من خانم محترم نیستم، من زنت هستم. بابا من خودم خونه دارم، زن دارم، زندگی دارم. چقدر آزار. خدای عجب گیری کردیم. چقدر رو باز کنید قربان. من شوهر این خانوم نیستم. یعنی باید با سکته مغزی همه چی از یادت بره؟ یه نگاه تو آینه به خودت کردی؟ اگه شوهر من نیستی بس چی هستی؟ این کیه؟ من نیستم. این چی شده؟ من عوض شدم. چرا اینجوری شدم؟ چی میگی تو آخه؟ من چی میگم؟ این کیه؟ من اینجا خودم نیستم. چرا که تو کاره میدونستم من اینجوری نبودم. این من هستم یا نه؟ این خودت هستی یا نه؟ نکنی میخوای شناسنامتم ببینی؟ بیا ببین بگیر ببین صفحه دومش اسم کی نوشته شده.
خب اگه من که خسرو بودم، حالا به قول شما جمع شدم، قیافه هم که واقعا عوض شده. من اصلا اینجوری نبودم. به چی قسم بخورم که من اینجوری نبودم؟ این شناسنامه هم که درسته. یعنی من با شما ازدواج کردم؟ خب معلومه، اونم مدرک. خب من که دوباره ازدواج نکردم. کردم؟ نه. پس شیرین چی؟ مگه اون زنم نیست؟ من زنتم، تو هم فقط یه زن داری. نکنه؟ نه نه. پس چی؟ همین دیگه، مشکلم اینجاست. اگه من که خسرو بودم، حالا نمیدونم واسه چی چطوری جمعم. بنابراین نتیجه میگیریم پس لابد تو هم شیرین بودی، حالا به قول خودت فرنگیز شدی، درسته؟ من که نمیفهمم تو چی میگی، ولی من فرنگیسم، تو هم داریوش جم. جدی میگی؟ بله. فرنگیس. خدا رو شکر، بالاخره اسممو صدا کردی. منم جم. درسته؟ آها، آفرین. کم کم داره همه چی یادت میاد. مرد این خونه، بزرگ این خونه، مدیر عامل و سهامدار شرکت و کارخونه. من کارخونم دارم؟ البته که داری. کارخونه چی؟ کارخونه پودر و مواد شوینده. پودر میسازیم؟ بله دیگه. این که عالیه، عالیه. مگه من دیگه چی میخوام؟ هیچی. دیدی حالت خوب شد؟ آره خوب شد. خدای من چقدر خوشحالم. میرم عکساتی که تو کارخونه گرفتی بیارم. الان برمیگردم. باتر جان، حال تو هم خوبه؟ سپاسگزارم قربان. اگه خواب باشم چی؟ شما خواب نیستید. دلم میخواست مطمئن بشم. کارخونه پودر، این خونه پودر، همه چی. میتونی یه چک واقعی به من بزنی که اگه خوابم بپرم از خواب؟ قربان بهت میگم بزن، بزن دیگه، بزن. بله قربان. آقایان محترم هیئت مدیره محترم، از نظر ما این مجمع عمومی خیلی خیلی فوق‌العاده است که صورت جلسه هم داره. خدمت آقایان محترم عرض کنم که تلاش های من و آقای مرادی رئیس امور مالی و اداری شرکت به هیچ جا نرسید. هیچ کدوم از بانک ها حتی حاضر نشدن به ما اعتبار بدن. نامردا. مال برای پرداخت حقوق کارگرا، اقساط وام های قبلی و کلی بدهکاری دیگه الان هیچ پولی نداریم. حالا من از آقای مرادی خواهش میکنم خودشون تجبیارن و توصیف بدن که ما چقدر وضعمون خرابه. جناب آقای مرادی، خواهش میکنم. خیلی متشکرم. عرض کنم حضور هیئت مدیره محترم که خریدار ناشناس جدید 35% دیشب به من تلفن کرد. ایشون پیشنهاد کردن که بقیه سهام شرکت رو یک جا بخرند و خلاص. البته به قیمت امروز که میدونید خیلی پایینه. من خیلی مخالف نیستم. همه میتونیم سهاممون رو بفروشیم بریم پی کارمون. میخوام چیکار؟ این پیشنهاد ایشون بود البته. در ضمن خانم جم اطلاع دادن که آقای جم الان دارن میان اینجا. پس بهتره هر چه زودتر تصمیم بگیریم. چون متاسفانه باید خدمتتون عرض کنم که آقای جم اینجاشون رو از دست دادن. باتلر، تو رو خدا یه کاری بکن. میترسم اگه پای آقا به کارخونه برسه با دیدن اوضاع، خدای نکرده زبونم لال دوباره سکته کنه. خدای من چقدر عوض شده. خب دیگه من حاضرم، بریم. علی جناب به سلامتی کجا تشریف میبرن؟ کارخونه؟ کارخونه خودم. مگه شما دیشب نگفتین من کارخونه دارم؟ نمیشه که قربان. چرا؟ راننده نداریم ماشین رو برونه. خب خودم رانندگی میکنم. نه آخه دکتر رانندگی رو برات قدغن کرده، تو نباید دچار هیجان بشی. من همین جوریشم خیلی هیجان دارم. بریم. آقا کتتون. بله. بریم. پس سب کن منم بیام. آقا جان این کارا چه معنی داره؟ خدایا 3000 مرتبه شکر. وقتی از بچه ها شنیدم که به سلامتی خوب شدین، طاقت نیاوردم، گفتم بیام دستبوست. تو کی هستی؟ بچه ها کی هم؟ یعنی آقا به همین زودی هوشنگ نوکرش راننده سابقشون رو فراموش کردن؟ راننده سابق؟ خودتون اخراجم کردید. من؟ بله. خب دوباره استخدامت میکنم. اتفاقا به موقع اومدی آقا جان. به دست من ایچی کار داری؟
ماشین من اینه؟ آره. خیلی خوبه. سوار شو. نه، شما بفرمایید. چی شد؟ هیچ هیچ. میخوای نریم کارخونه؟ نه نه نه، بریم بریم. اصلا باورم نمیشه. چرا؟ یکی همینجوری. های هیتلر، فعلا باز اخراجی تا ببینم چی. سلام بابا. سلام، حالت چطوره؟ خوبی؟ خیلی ممنون قربان. دیدی گفتم یه روز میام اگه قرار باشه. حالا اومدم. سلامت باشو قربان. خدا رو شکر تشریف آوردید. بفرمایی قربان. نه، آسانسور نه. چرا داریوش؟ مگه چیه؟ گفتی پودر، کجا میسازیم؟ سالن تولید که اون بره. اون بره؟ بریم، اول پودر. سلام. امروز برای بچه‌ها گفتن شما اومدین کارخونه. ما اومدیم تکلیفمون رو همینجا روشن کنیم. دیگه راستش به اینجا اون رسیده. چی به اینجا تون رسیده؟ بدبختی، بی پولی، بلا تکلیفی، بیکاری. یعنی شما نمیدونین؟ نه. شما نمیدونین؟ چون همیشه از اون پنجره برای ما حرف زدین. شما نمیدونین؟ چون برای اولین باری که تو سالن تولید میای. خب حالا که من اینجام پیش شما، پس حالا از اول اول برام همه چی رو بگو تا من بفهمم چی به چیه، کی به کیه تو این کارخونه. آخه آقایون، ما باید توی این جلسه تصمیم نهایی بگیریم. نمیشه بیشتر از این منتظر مون. هزار تا کارگرون پایین بیکارن. یه وقت ممکنه آشوب و بلبای به پا بشه. ولی جمع که تو جلسه نیست. هر چی باشه هنوز رسما مدیر عامله. 5% سهام مالمونه. من که عرض کردم آقای جم تقریبا عقلشون رو از دست دادن. من با خانمشون صحبت کردم، قرار ایشون وکالتی به من بدن تا از طرف ایشون کارو فیصله بدم. سلام، من داریوش جم هستم و به کسی هم وکالت نمیدم. آقای جم؟ بله، من مخالف فروش کارخونه یا باگذاری سهامش هستم. ولی ما ورشکست شدیم. چرا نمیخواد قبول کنه آقای جان؟ هزار تا کارگرون پایین واسدن حقوق عقب موندهشون رو میخوان. نه، ما ورشکست نشدیم. کارگران با من، نماینده اونا فعلا اینجاست. بهتر اجازه بدیم خودشون صحبت بکنن. من از هیئت مدیره محترم 2 ماه وقت میخوام. فقط 2 ماه. چه چیکار کنید؟ که یه انقلاب مهم صنعتی را بندازیم. فرمولاسیون پود رو عوض کنیم. فرمولاسیون عوض کنی؟ بله، البته. امروزه همه تولید کننده ها از سورفکتانت های آنیونی استفاده می کنند. از سدیم تریپل فسفات به عنوان بیلدر، یعنی 1/3 فرمول پودر. در حالی که میزان فسفات لازم در نوع آبهای مختلف سخت و نرم فرق می کنه. تا بال کی به این موضوع توجه کرده؟ ها؟ بهتره بگیم هیچ کس. آقای جم، چی تو کله شماست؟ من فقط 2 ماه وقت می خوام تا یه پودر جدید با دانسیته بالا بسازم. خیلی وقت دنبال همچین فرصتی هستم. حالا که نمیدونم برای چی و چجوری این فرصت پیش آمده، دلم میخواد نتیجه تحقیقات و تلاشم رو به همه جهان عرضه کنم. همین. من که گفتم آقای جم، آقای عزیز، ما در انبارامون ذره مواد اولیه نداریم. ما حتی برای وارد کردن مواد اولیه 1 دلار ارز نداریم. با چی تولید میکنید؟ باد هوا؟ من به مواد اولیه خارجی احتیاج ندارم. همه مواد اولیه لازم تو مملکت خودمون پیدا میشه. همش اینجاست و اینجا. هیئت مدیره به من 2 ماه فرصت میده.
آیا هیئت مدیره به من دو ماه فرصت میده؟ هیئت مدیره به من دو ماه فرصت میده؟ بله. مبارکه. ممکنه احساستون از این همه موفقیت برای ما بگید؟ بله، خیلی ممنون. گارسون، بله قربان. اینو ببرش، مثل همیشه نیست. خیلی عجیبه، سلیقه‌ت چقدر عوض شده. جدی؟ بهتر شده یا بدتر شده؟ بگو دیگه، راستشو بگم. من بهت افتخار میکنم. اینو جدی میگم، بهت افتخار میکنم. عادت ندارم ازم تعریف کنن. چرا؟ منو ببخش، تو این چند ماه خیلی تنها موندی. من سرم خیلی شلوغ بود، میدیدی که؟ من حاضرم هر جا که تو باشی همونجا باشم، حتی توی کارخونه. مرسی. او راستی، یه چیز ناقابل برات خریدم، یه هدیه. این کارا چیه؟ اصلا انتظارشو نداشتم. قابل تو رو نداره. چرا این کارو کردی؟ نه. داریوش، الان برات پیوش میکنم. خب دیگه، بالاخره باید تو هم سهمی از سود کارخونه ببری، نه؟ چه خوب. جدی؟ اجازه میدی بیرون برات پیداش کنم؟ اینجا یه خورده گرمه. گارسون، برمون صورت حساب لطفاً. اصلا سلام علیکم. می‌بخشید، منزل آقای خسرو پذیرش؟
بفرمایید. بری تو. بیا. بری. سلام علیکم. سلام. سلام عرض کردم. سلام عرض می‌کنم. اینا چیه؟ اینا سلام چیه؟ سلام آقا. سلام. می‌خواستم با رئیس این شرکت صحبت کنم. میشه؟ با آقای مدیر عامل؟ بله. اسمشون چیه؟ آقای داریوش جم. باشون چی کار دارید؟ می‌خواستم در مورد این پودر باشون صحبت کنم. یه کار خیلی مهمیه. خصوصیه. آقای جان، گفتن شما مدیر عامل این کارخونه هستید. ظاهرا شما مدعی تولید این پودر تک هستید. پس بزنین یه چیزی رو بهتون بگم. من خیلی خوب میدونم که این پودر کار شما نیست، یعنی کار هیچ کس نیست جز کسی که من الان اومدم دنبالش. بهتره اینم بدونین من تو تصمیمم خیلی جدیم، خیلی جدی. مدت ها بود دنبال یه همچین سرنخی میگشتم، امروز پیداش کردم. کسی که من دنبالشم اسمش خسروه، خسرو پذیرش. مطمئنم که قبلا اسمشو شنیدی. درسته؟ درسته؟ یعنی شما اونو میشناسی؟ اون کجاست؟ خسرو کجاست؟ خواهش میکنم آقا. حالش خوبه؟ تا فردا بهش مهلت میدم برگرده خونه. فقط تا فردا. وای به روزش اگر نیاد. میاد عزیز من. من چه میدونستم چه اتفاقی افتاده؟ اون بیچاره نمیدونسته، توی روزنامه خونده، تلفن زده، پوت فرستاده، دوست داشته، شیرین گفته، آه کشیده، دیوونه شده، سر رفته، هی گفته، هی گفته شیرین شیرین شیرین. من چه میدونستم چه اتفاقی افتاده؟ اون بیچاره نمیدونسته، بعد به خبر نداشته. خاطر شما چی میکشی؟ میاد، حتما میاد، خوبم میاد. کجا بودی حالا؟ شیرین عزیزم، دوست دارم. حالا بگو ببینم اسم من از کجا میدونی؟ تو خفت نکردم دیروز، فکر کردم اشتباه شدم. منم خسرو، منم دارم خفه میشم. اگه خسرو بودی که میدونستم واقعا چی کار کنم. این گلمانته شیرین لازم نکرده. مگه نگفته بودم بهش بگو بیاد؟ مگه نگفتم بگو اون بیاد اگه جرأت داره؟ میدونم بابا، من خودم شوهرتم خسرو. زود از خونه برو بیرون، بلا همسایه ها رو خبر میکنم حسابتو بذارم کف دستتا. دنیایی بابا، یکی زورکی میگه من زنتم، اون وقت زن خود آدم میگه من زنت نیستم. انقدر فشار نده. چرا اینجوری میکنی؟ من خسران دیروز نمیتونستم بهت بگم. نه بر میخوام صد سال سیاه بر نگرده، نه با پول نه با کار.
مردی که این همه وقت زنش رو ول کنه. دستمو شکستی. دردت اومد. من معذرت میخوام. تو رو خدا باور کن. من خودم هم خسرو هم. به من نزدیک نشو. ببین. من پولدار شدم. معروف شدم. همش به خاطر پودر جادوییه. دیدی که اینجا رو نگاه کن. مگه تو رادیو گوش نکردی؟ تلویزیون نگاه نکردی؟ روزنامه نخوندی؟ همه جا صحبت پودر جادوییه. پودری که من اینجا توی این زیرزمین درست کردم. الان مدیر عامل همون کارخونه ای هستم که تو دیروز اومدی. دیدی چه کارخونه ایه؟ یه شهر. تو اون پودر رو درست نکردی. راستشو بگو. نکنه بلای سر خسروی من آورده باشی و فرمولشو دزدیده باشی. من علی این کارا هستم. تو منو نمیشناسی؟ این چه حرفیه؟ خودم پودر رو ساختم. پیشبندت یادته؟ پیشبندته که سیاش کردم، بعد با همین پودر درستش کردم، بهت گفتم این پودر ما رو پول دار میکنه، باش نوبل شیمی میگیرم. دیدی هی من میگفتم، تو هی میگفتی خیالات میکنی. حتی اگه خود خسرو هم بودی تو خونه راد نمیدادم. چه شبایی که تا صبح گریه نکردم، چه جاهایی که دنبالش نگشتم، چه بدبختی هایی که نکشیدم. خسرو مرد. برای من خسرو مرد. ولی من زندم. جلوی تو وایسادم. آقا ازت خواهش میکنم با احساسات من بازی نکن. من نمیدونم تو کی هستی و از کجا این اطلاعات رو آوردی. ولی اگه همین مردم دنیا هم جمع بشن بگن تو خسروی، من بازم میگم تو خسرو نیست. تو همیشه از قیافه من دلخور بودی، یادته؟ میگفتی بله نسبت خر بودی که زن من شدی، یادته؟ خب حالا هم خیال کن من رفتم جراحی پلاستیک کردم، میریختی شدم. چطور همه میرن دماغشون عمل میکنن، منم یکیش. خب فوق و فوقش حالا خیال کن من رفتم همه جامو جراحی پلاستیک کردم. چه اشکالی داره؟ مگه من چیم از مایکل جکسون کم داره؟ من نمیتونم همچین خیالی بکنم. شیرین من واقعا تو رو دوست داشتم، یعنی دارم. تو این مدتم فکر میکردم تو هم عوض شدی و کنار منی. از اینجا برو آقا، برو دیگه، میل خودته. ببین من دیگه الان کارخونه دارم، پودو درست میکنم، کاندید جایزه نوبل شیمی هم هستم. ولی اگه نمیخوای منو ببینی، خب من میرم دیگه، میل خودته. خداحافظ. خداحافظ آقا. من رفتم. من دارم میرم. خسرو. شیری. بله بفرمایید. خانم جم، من مرادی هستم. سلام آقای مرادی، حالتون چطوره؟ افتضاح خانم، افتضاح. خدا نکنه. شوهرتون منو از پستم برکنار کرده، امروز حکم اخراجمو زده، داده دستم. راست میگی. اونم توی این موقعیت درخشان شرکت که خدا میدونه من برای رسیدن بهش چقدر تلاش کردم. بله درسته، میدونم. پیش شوهرتون واسطه بشید. درستیست که من از کارم برکنار بشم، اونم توی این موقعیت که رقبا مثل گرگای هار ما رو محاصره کردن و به ما حسادت میکنن. من باهاتون همدردی میکنم، ولی دیگه تو کارای جمع هیچ دخالتی ندارم. به خاطر من خانم جم، روزهایی را که شوهرتون بستری بودن یادتون بیاد که اگه من نبودم چه اتفاقی میافتاد؟ بله. نمیخوام این کلمه رو هی تکرار کنم، ولی ناچارم. شما یه جوری به من مدیونید. والا چی بگم آقای مرادی؟ این کارو برام بکنید. سعی میکنم، قول نمیدم. خیلی ممنون. خداحافظ. امروز منو از کار برکنار کرد، فردام لابد تو رو. آره؟ باید یه توطئه‌ای، خیانتی، چیزی بکنیم. موافقی؟ نمیدونم چی بگم. حرفایی که شما میزنین این حرفای خسروه، فقط اون میدونست. یعنی ممکنه خود خسرو باشی؟ ممکن نیست. ولی یه چیزی مسلمه، تو زن من هستی و باید با من زندگی کنی. ولی من نمیتونم باور کنم زن تو هم. چشمات میگه راست میگی، خاطرات و اطلاعاتت هم درسته، ولی نمیتونم. چرا؟ نمیتونم باور کنم زنتم، حتی اگه خود خسرو هم باشی. الان
یه مرد دیگه ای؟ الان یه نامحرمی. خب دوباره عقدت میکنم؟ شما میخواید عقد کنید یا این برادر؟ نه برای برادرم نمیخوام، میگیرمش، زن خودمه. پس این برادر کیه؟ برادر نیست، منم. شما کی شمایی؟ این کیه؟ تو یه دقیقه برو بیرون. اون منم، منم اونم. ببینید این شناسنامه به دردتون میخوره؟ این درسته. حالا شناسنامه این خانم. این خانم که شوهر داره؟ خب بله، زن خودمه. اگه زن خودته، خب چرا دوباره میخوای عقدش کنی؟ خب کار از محکم کاری عیب نمیکنه. همه طلاق رو محکمش میکنن که. نابولا. حالا یه خری پیدا شده میخواد عقد رو محکمش بکنه، ایرادی داره؟ نه. ولی این خواهر که زن این برادره. آقا جون قربونت برم، آخه خواهر و برادر که زن شوهر نمیشن، میشن؟ پس چی؟ پس چی؟ اصلا شناسنامه رو بده من آقا. این آقا مرده. یعنی شوهر این خواهر مرد؟ بله. پس چرا شناسنامه‌اش حالا باطل نشده؟ خب لابد می‌خواستن کوپوناشو بگیرن. اینا اینم جنازه‌اش. حالا غیرتاً هر چی باید باطل کنی باطل کن، هر چی باید ثبت کنی ثبتش کن. خودت تو هم که یه زن داری. هر چی زد بالا. اجازه زن اول. مبارکه. ایشالله. بفرمید. خونه ی نو مبارک. فوق‌العاده است. جداً؟ خوشت میاد؟ خیلی. بالکن اون بره؟ بالکن؟ آره. واسه چی؟ میخوام از خوشی خودم رو پرت کنم پایین. فعلا دست نگردار، برای پیدا کردنت خیلی زحمت. نگرانم باتلر، بگو ماشین آماده کنن، باید بریم بیمارستانا سرکشی. میترسم آخه خدایی نکرده. همین الان خانم، همین الان. دیرم شده، آخه خیلی دیرم شده. اینقدر عجله نکن. خیلی دیرم شده. ببین میگم مطمئنی من دیگه نباید برم سر کار؟ تا وقتی که من زندم. آخه همه چیز مثل رویاست، مثل خوابه. میترسم یهو بیدار شم. بده منم کیفو. تو بیدار بیداری، منم فکر میکردم خوابم، ولی باتلر ثابت کرد که خواب. باتلر خدافظ باشه. آقا یکم شما سالمی؟ چطور مگه؟ خانم تو تمام بیمارستان رو دنبالتون گشتم. وای خدای من، تلفن خونه رو برم. عزیزم فرنگی. داریوش تو کجایی؟ توی دفترم. حالت خوبه؟ خوبه. خوب. تو که منو کشتی، همه جا رو دنبالت گشتم. دیشب کجا بودی؟ تا صبح روی پروژه کار میکردم. چه پروژه‌ای؟ آخه میدونی چیز دیگه، یعنی محرمانه است، یعنی اگه الان بگم لو میره. اقلا به من خبر میدادی. واقعا معذرت میخوام، بدجوری منو مشغول کرده. دلم برات تنگ شده. منم همینطور، خیلی بهت عادت کردم. منتظرت هستم. اصلا امشب میریم بیرون، میخوام یه جشن کوچولو برات بگیرم. نمیخواد عزیزم، تو خسته ای، تمام شب و بیدار بودی. ببین دیگه حرفی نباشه، امشب میبینم. ای تو همزبون با من بمون، ای تو همصدا با من بخون، بخون خورشید مهربون به آسمون، بگو به حال من بباره، شاید خبری باز دوباره از یارم واسم بیاره.
خورشید مهربون به ابر آسمون بگو به حال من بباره، شاید خبری باز دوباره از یارم واسم بیاره بیاره بیاره. توی شور آواز من، توی شوق پرواز من، توی نغمه ساز من، بیا به دیدار من. ای زندگی تو بگو نغمه سازم، بی تو شوری نداره این دل اسیرم، از تو نگارم طاقت دوری نداره نداره نداره. خب دیگه صبونت؟ نه دیرمه دیرمه، امشب سعی کن یه ذره زودتر بیای خونه. برای شام گفتم مامان اینا بیان اینجا، آخه میدونی خیلی وقت ندیدیمشون. باشه باشه باشه. کیفت؟ گوشی گوشی چه خوب شد اومدید. خانمتون پای تلفن هستن، میگن تمام دیشب دنبالتون میگشتن. وای بس کنم اونجا؟ آره آره. نمیدون چون صدا خانتون عوض شده. جدی؟ والا گوشی؟ الو خسرو؟ شیرین آبروی منو جلوی پدر و مادرم بردی، دیشب تالا همه جلو دنبالت گشتم. کجا بودی؟ تا صبح روی پروژه کار میکردم. چه پروژه‌ای؟ محرمانه است، اگه الان بگم همه چی لو میره. پس چرا به من نگفتی؟ واقعا معذرت میخوام، بد جوری منو مشغول کرده بود. آخه من چند ماه ندیدمت. خب دلم برات تنگ میشه. منم همینطور. چطور امشب تلافیش در بیارم؟ با یه جشن کوچولو چطوری؟ جشن؟ آره. قلم کاغذ بردار، آدرس این رستوران که میگم یادداشت کن. الو؟ سلام خانم جان. سلام آقای مرادی. منتظر خبرای خوشم. خانم جان. واقعا باید منو ببخشید. کلی کار شما از یادم رفته بود. میدونید جم پریشب تا صبح نیومد خونه، منم خیلی کلافه بودم. دیشبم که اومد دیگه اصلا حواسم به کار شما نبود. واقعا منو ببخشید. دیگه فراموش کنید خانم. الو الو ما ازش میگیرم. من هم همینطور. دیگه تفنگ نداری؟ نه همین یکیه. خودش خودشو کرد. خبری باز دوباره از یارم واسم بیاره بیاره. آقای جم امروز سرشو شلوغه، امروز ممکنه نیانا. اشکالی نداره خانم، اشکالی نداره. آقای مرادی معذرت میخوام، این قدم زدن شما اعصابی منو خورد کرده، خیلی اشتباه میذارم. دست بفرمایید بیرون خانم، بفرمایید خواهش میکنم، بفرمایید. الو بله شمایید آقای مرادی؟
خانم جم حالتون چطوره؟ سلام بابا. با آسانسور نه، با پله مثل همیشه. شما چرا اینجایی؟ آقای مرادی اون توه، اعصابمو خورد کرد، نذاش یک گیم بازی کنم. آخه این نداری نداری جمع کن برو تو حیات بازی کن. باشه. آه خودشون تشریف آوردن، من گوشیو میدم به ایشون. خانمتون. الو؟ الو؟ واقعا معذرت میخوام عزیزم. خودتو ناراحت نکن عزیزم، پیش میاد. من اصلا نگران نشدم. راست میگی؟ معلومه، تا صبح رو پروژت کار میکردی دیگه. چه کاری؟ فقط میخواستم مطمئن بشم. از بابت بابا و مامانم معذرت میخوام. با یه جشن کوچولو چطوری؟ من امشب میخوام برم منزل بابا اینا. میدونی یه کمی دلخور شده بودن، اینه که میخوام برم از دلشون در بیارم. باشه، بعدش میری؟ نه، تا صبح میخوام اونجا بمونم. البته اگه از نظر تو اشکالی نداشته باشه. البته که نداره، هر تصمیم تو بگیری من قبول دارم. تو هم میتونی بری سراغ پروژت. با اینکه دلم برات تنگ میشه ولی خب باشه، بعدن میبینمت. مواظب خودت باش. هستم عزیزم. شما لازم نیست کاری بکنید، من خودم شب میام دنبالتون. فقط خدا کنه راست نگفته باشین آقای مرادی. اولش من خودمم باورم نمیشود. باید منو ببخشید. به شما حق میدم خانم جان، من به شما حق میدم. شما دوست خوبی هستید آقای مرادی. متشکرم. میبینم اتون. عافیت باشه. متشکرم. بالاتر؟ آره، یه طبقه بالاتر. مواظب باشین. خسرو جون، من یه فکری کردم برای مبلای توی حال. خب؟ میدونی چیه؟ کیه؟ فرنگی. زهر مرغ فرنگیست. چیکار میکنی خانم؟ شما بازداشتید. بی حرکت. چرا وایسادی؟ باز میخوام. شما توقیف هستید. من توضیح میدم، اجازه بفرمایید. توی کلانتری. پروژهش. پروژهش هم هست. قربان. متهم در یه وضع زننده‌ای. آقا من تازه از همون در اومده بودم. شما ساکت باش. مگه خود شما کت شلوار میگن؟ اجازه بده. در یه وضع زننده ای که فقط یک کتو حوله ای تا اینجا تنش بود دستگیرشون کردیم و بردیم. شما بفرمایید سرکار. آقا این وصله ها به من نمیچسبه. همه اولش همینو میگن.
ایشون همسر قانونی من هستن. دروغ میگه. بنده هم شاهدم. تازه اگه ایشون حقیقت رو گفته باشه. فرمایید بیرون آقا. مسئله ناموسیه. چشم. با اجازه. شما میتونید ثابت کنید که ایشون همسر قانونی شما هستن؟ بله. این شناسنامه بنده، این هم شناسنامه ایشونه. بله، درسته. درسته؟ از شما اطلاعی نداشتید؟ اینه جواب محبت های من؟ میدونی چند شب تا صبح پشت در اتاق تو بیمارستان بیدار موندم؟ شما باید رضایت همسر اولتون رو جلب میکردید. من از اول، یعنی از دوم، از توی همون بیمارستان به ایشون گفتم که من زن دارم. گفتم یا نگفتم؟ گفته بودم که من جم نیستم. مگه نگفتم من زن دارم؟ گفته بودم؟ یه چیزایی میگفت. ولی به من نگفته بود یه زن دیگه ای داره. اجازه بدین؟ دقیقاً چی گفتم؟ میگفت من جم نیستم. زن دارم از این حرفا. یعنی چی جم نیستم؟ پس این شناسنامه ها چیه؟ جلیه؟ نه، یعنی بله من جم هستم، یعنی از اول نبودم، بعد نمیدونم چطوری شد که شدم. به خود ایشونم گفتم توی بیمارستان، نگفتم از همونجا شروع شد. حالتون خوبه؟ نه خیر اصلا. کاملا معلومه. به هر حال تا جایی که به ما مربوط میشه پرونده کاملا مختوم است. مختومه؟ شما خانوما همسر قانونی آقا هستید. نه، گناه ایشون اینه که موضوع رو از شما مخفی نگه داشته. ما روزی چند تا از این نمونه ها میبینیم. به هر حال ایشون خلاف شرع نکردن. باید برید با هم سازش کنید. به شما هم توصیه میکنم خودتون رو به موشمردگی نزنید. خیال نکنید مثل الان میتونید با پرت و پلاگویی رد گم کنید. برید بشینید رو راست حرفاتون رو با هم بزنید. بعضی از آقایون تا شلوارشون دوتا میشه میرن یه زن دیگه میگیرن. ازدواج مجدد به این سادگی ها نیست. کسی که دو تا زن میگیره باید بتونه عدالت رو بین اونا رعایت کنه. اجالتاً یه شب منزل این خانم باشید، یه شب منزل ایشون. در بقیه مواردم همینطور. به سلامت. بفرمایید. خیلی ممنون. خب شنیدید که افسر نگهبان چی گفت. شما باید با هم سازش کنید. میتونید با هم مشورت بکنید. ببینید من امشب کجا باشم بهتره. پیش تو یا پیش تو؟ برو گم شو. اون از بیمارستان عوض شد. برام تعریف کرده. جدی؟ پس برای شما هم تعریف کرده؟ بله. هرچی فکر میکنم میبینم اون طفلک راست میگفت. حیوانی داریوش. پس اون بیچاره برای شما گفته، شما باور نکردید. اون دائم میگفت که داریوش جمع نیست و زن داره. روزای اول نمیذاش دست من بهش بخوره. خب حق داشته. مریضم بود البته. من نمیفهمم اگر این داریوش جم همون خسروه، پس توی شکل خسرو نیست. اگه داریوش داریوشه پس چرا مثل داریوش فکر نمیکنه، حرف نمیزنه یا رفتار نمیکنه؟ منم همینو میگم. این مشکل رو فقط یه نفر میتونه حل کنه. کی؟ پروفسور سعید. چیز دیگه هم هست که بگم؟ بله.
چی؟ شما چیزی حق نداشتین این کارو بکنین آقای پروفسور. درسته؟ خانمای محترم، من احساسات شما رو درک میکنم، ولی من چی کار میتونستم بکنم؟ من حتی حق انتخاب هم نداشتم. دو نفر اونجا بودن که یکی قلبش رو از دست داده بود و اون یکی مغزشو، و هر ثانیه‌ای که میگذشت به معنای از دست دادن یک فرصت بود. من خیلی خوشحالم که اون فرصت رو از دست ندادم. مغزی که من حفظ کردم امروز باعث افتخار همه ماست. این وسط فقط خسروی من فنا شد. برعکس، خسروی شما زنده است. انسان چیزی نیست جز مرکز احساسات، ادراکات، عواطف و خاطراتش. خانم ها از چیزی ناراحتن؟ نه. حکم دادستانی برای تفتیش منزل. آقا و خانم تشریف ندارن. مهم نیست. از همین پایین شروع میکنیم. سیب زمینی روزی یه تخت میدی، لپن روزی یه تخت میدی، خب؟ بعد سبزیاتو که خوب کردی داشت گوشی؟ اونجا، ولی کسی رو نمیپذیرن، حالشون خوب نیست. ما فرق میکنیم خانم. باز چی؟ بعدن میفهمیم. سبزی رو نگه دار. آقای جم بله؟ شما بازداشتید. من همین دیشب آزاد شدم. جناب سربان خودشون گفتن داشتن دو تا زن جرم نیست. اگه به خاطر عدم رعایت عدالت اونا اصلا من اجازه ندادن که عدالت رو رعایت بکنم یا نکنم. کفشاش پایین‌تنه، میان‌تنه، بالاتنه، صحیح و سالم. خسروی بیچاره ای من آروم باشه. ملاحظه میفرمایید قربان، همونطور که عرض کردم ایشون نمونه کاملی از مرفهین بیدرده. تا دیروز سهمیه ارزی کارخونه پول پوچی ایشون بود. ارزا رو برمیداشتن میبردن کشورهای اروپایی دنبال کارهای بد با سرنوشت هزار نفر بازی میکردن، به طوری که کارخونه رو به ورشکستگی رسوندن همین ایشون. مراد جان، و امروز خیلی ممنون، امروز که کارخونه با همت و تلاش و پشتکار کارگرای زحمتکش و هیئت مدیره پرتوان و پرطاقت به سوددهی رسیده، ایشون سود کارخونه رو یا صرف ازدواج مجدد با زنهای رنگارنگ میکنن تنهایی، یا اینکه اینجوری اونا رو باد هوا میدن. اونا بلازم بفرمان نقاهش میکنم. چشم، شما این بسته ها رو میشنسی؟ نه خیر قربان، ولی ما اینا رو از خونه شما پیدا کردیم. میدونی نگهداری این همه مواد چه مجازاتی داره؟ خیر قربان. پس چه دفاعی داری؟ راستش من هیچ دفاعی ندارم. پس اتهامو قبول داری؟ من فقط قبول دارم که با اجازه شما دیگه داریوش جمع نباشم. یعنی چه؟ یعنی همین خودم باشم خیلی بهتره. من چه میدونم جمع لعنتی چه غلطی کرده، دودی بوده یا نبوده، اینا راست میگن یا دروغ. اگه بگم نکردم نداشتم، یعنی جمع نداشته، شایدم داشته. چه میدونم، اگه بگم داشته شایدم نداشته. اما یه چیز مطمئنم، این پودر مال منه و کارخونه با همون پودر کارخونه شده، با مدیریت من کارخونه شده، نه با هیچ پدر سوخته دیگه ای از جمله این دو نفر. ایشون چی میگن؟ قربان، ایشون از وقتی که سکته مغزی کردن یک کمی اختلال حواس پیدا کرد. شاید هم دارن نقش باز میکنن. بعید نیست، اصلا هیچی بعید نیست قربان. احتمال دوم بیشتره. و هر حال جرم مسلمه. ببرینش بازداشتگاه. زود میکروفونو بیار. پرده رو هم بزن کنار. Bakın.
آقایون، آقایون توجه کنید، مدارک غیر قابل انکار فساد اخلاقی آقای جم پیدا شده. ما هم مثل شما متاسفیم، ما هم ناراحتیم، اما این کارخونه مال همه است. میگین چی کار کنیم آخه؟ امروز چشم امید مملکت به ما دوخته شده. درست کنیم که امید مردم ناامید بشه. درسته. بنابراین تقاضا میکنم هر چه زودتر همه برگردید سر کارتون. اگه تا یک دقیقه دیگه برگشتید سر کارتون برگشتید، در غیر این صورت همه تون رو اخراج میکنم. خودم نیاد توم نخوری، خودم نیاد توم نخوری، خودم نیاد توم نخوری. همه چیز رو خراب کردی. مگه میشه اینا رو دیگه برگردون سر کار؟ تو دیگه خفشو که اصلا ندارم. چرا باید خفشم عزیزم؟ یکی باید باشه به تو بگه این نقشایی که میکشید چقدر مزخرفه. نقش هست که کشیدی؟ تو تا دیروز که همش بهتر و چهچه میکردی. آره بله، مگه 35% سود صاحب کارخونه رو که با هزار دوز و کلک سوار کردیم و خوردیم بسمون نبود؟ به تمه میکنی دیگه. داشتن مثل تراکتور برامو کار میکرم، ما دیگه داشتیم سود صاحبو میخورد دوبت زره. چه رفتی آخه، چه رفتی تریاد با این گردی تو خونش؟ این هم رفتیش، اونم اون همه. از کجا خریده بودی اون همه رو؟ حالا خدا رو شکر که تو راه نگرفتنت. نه تو هم گاهی وقتا آدم خوبی هستی. ببینم اون میکروفون بازه؟ نه بازه؟ آره؟ آره؟ نه بیاییم بریم اونجا. یک دو سه بیاییم بابا بیا. برو از در پشتی. برو دیگه. خب دیگه پاشیم بریم. نه من نمیام. چرا؟ میای. من شوهرم این زیر خوابیده. ولی من شوهرتم، من خسروام. نه این بدن یا اون بدن چه اهمیتی داره؟ آدم با مغز و خاطراتش زندگی میکنه. تو توی خاطرات من همسر من هستی. راستش من بیشتر از اینکه شوهر فرنگیس باشم، خیلی ببخشید، شوهرتون. قبول کن شیرین، هم منو هم داریوشو خسرو. باشه خسرو بریم. بریم بریم. خب باید بگم که من از هر دوی شما راضیم. خیلی هم ممنون میشم اگه یکی من به من جا بدین. من دارم بیه میشم بچه. من که چسبیدم به در جا ندارم. شیرین جون میشه یکم بری اون ورتر؟ این ور که جا نیست. تو کیه خورده جمتر بشی؟ آره خواهی دستم. چی کار میکنی؟ اجازه بدی دستم و شکونی خونه یا آشنا؟ آخه خفه شدم. آی 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 آ